رئیس صحتیامه غزنی می گوید که 1000 قلم ادویجات تیبی بی کیفیت و تاریخ گذشته، 170 قلم مواد شوینده، 280 قلم مواد غذایی، 78 قلم مواد بهداشتی که ارزش مجموعی آن حدود 25 میلیون افغانی می شود، در مدت 2 ماه از سطح بازارهای مرکز و ولسوالی های غزنی جمع‌آوری شده و عصر امروز دوشنبه در ساحه علی‌لالای شهر غزنی به آتش کشیده شد. البته دوایی مواد زر کلمه که چی ده تلس میلیون افغانه فاندازه بانده ای باید اتکال شویده او شوینده مواد چی یاو سلو اویا کلمه که وطنه دی چی تقریبا ده یاو میلیون فاندازه بانده دوی باید اتکال شویده خوراکی تو که چی 280 کلمه دی اول استنه که تقریبا 2 میلیون افغانه دی دوی ده پار اتکال شویده بهداشتی مواد شوات یا کلمه دی تا تنه که ده یو نیم لک پروپو بانده چه توتال مواد دوایی غذایی او بهداشتی شوینده طول 250 تنه که ده 250 لک افغانو بای ور تاتکل شویده ده زرابط ارگانو پا موجودیت که ده سدامه ده تیم ده غذا و ده دوا ده عملیت پا موجودیت که ده 2 میاشتو پا وقت که ده مواد را طول او نن ده زرابط ارگانو پا موجودیت که نن هدر. در همین حال محمد خالد کامران آمر غذا و داروی صحتیامه غزنی از دکانداران و تاجران می خواهند که مواد تاریخ گذشته و بی کیفیتشان را در جاهای مخصوص نگهداری کرده و در جمع‌آوری آنان با ریاست صحتیامه غزنی همکاری کنند. کم دکانداران کم تجاران چیدی؟ اوگو دو پارمو پیغام در شایده چیده کلا تاریخ تیر مواد ایده پا دکان که یا ایده پا شرکت که یا ایده پا گدام که پیدا کیگی اگه باید یو مخصوص زای بانی کیگی کلا چیده موخ تیم ورزی دوگو نبکته نکوی چی تاسو تاریخ تیر مواد یا به کیپیت مواد لره که نلره دی باید واضح دوگو زواب ورکیو چیگو موخ تاریخ تیر یا به کیپیت مواد لرو یا ای نلرو که نه لری باید په ګودام یا په شرکت یا په دکان کې بیا ورستم پیدا نشي او که چیرې لری باید یو ځای ورته مشخص کړی وي. خرید و فروش ادویجات طبی و مواد غذایی و بهداشتی بی کیفیت در بازارهای کشور از چالش‌های جدی برای مردم است که هر از گاه سبب شکایت مردم می‌گردد.